سلام هموطنان عزیز، من بکتاش کامران، پسر حاجی محمد کامران. سلام خدا به تک تک افغانای ما در سراسر دنیا تقدیم می کنم. هموطنان نهایت عزیز، خبرهای در فیسبوک به نشر رسیده که گویا پدرم حاجی محمد کامران دنیای فانی را ودا گفته. البته دنیا فانی است، همگی روز ودا میگه و از دنیا میره، اما خبرها نادرست و غلط است. به فضل خداوند و دعای شما پدر حاجی محمد کامران و نرمند شما جور و صحت و سلامت می باشد. چون تلفونها و پیامها بسیار زیاد بود، خواستم که تشویش تمام مردم خود رفع بسازم با می ویدیو کوتاه، پیام به تمام شما بتم که نرمند شما جور و صحت و سلامت می باشد. پناه شما و خدا به امید جانجوری و صحت مندی شما و پدر حاجی محمد کامران، خدا پشت پناه همگی شما باشد. بله چرا نه، چرا نه آجی سم میتونین در ویدیو بیاین؟ سلام به همه ممبرای افغانز لیوینگ این دی سی، من خواستم یک چند لحظه لایف بیایم امی خبر چی بگویم، یعنی درست راست نیست. به فیسبوک به همه جا نشته کرده بودن که خدای نخواسته آجی کامران امرایی ما دیگر نیست، و اول که دیدم زیاد خونجیگر شدم، پس گفتم باش ببینم کمی واقعیت داره نداره، مگم خوشبختانه خوشبختانه این خبر دروغ است. ممیال فعلا در لین امرایی آجی صاحب هستن. آجی صاحب سلام علیکم به شما. خوب هستین، زنده باشین. اول خدا را شکر که شما جور و سلامت هستین، خداوند همیشه شما را صحت بده، همراه ما نگاه کنه. دیگه باش که اگه بتونم دوستان لایو نشان بدم اینه. خوب هستین؟ اگه سلام میگین به هموطنهای خود. بله بله. تلفن ها تا که برام دادن به خاطر که مردم بیکار هستن، تا نیمای شب میشینن. بله. به هر صورت خصوصیات شما غلط ندارم. بله بله. ولی نبیاره، چرا که وقتی که در یک چیزی که علمت نباشه یقینا به چشم سر خود نبینی، از یک منبع صحیح چیز نکنی، مردم ها دیر مردم ها داره و غریب ها داره میگه خیلی رو بسته نمیگه. بله. اما حتما برادران و آقایی که میشنوین این چیز میکنین که من لیاقت هیچ چیز رو ندارم، اما خداوند برای شما این دادن که شما خوبی میکنین، شما دلتون از سر یک انسان میسوزانین، خداوند میبینه، خداوند سر شما رحم میکنه. بله بله. ما رحم میکنه، بندای خود میبینه که بیبینه که بندای من شدن که بدون مداوا بدون مرسد اینا چه انسانهای خوب نیستم که در مقابل یکی دیگه بود احترام دارم. دیگه برگر صدای به سر نیشه از خوب بگیر نمان میبینه دو سا چیز مرگت هست، از این چیزا کس میده نداره، ولی غلی بازاری این چیزا کاری کن نیست. ما حیب و تندرهای عزیز گرامی هر جایی که هستید بارا همشرا تشکر شما میکنم. ما برای شما دعا میکنم همیشه که خداوند زنده باشین. امرای شما یک جا آجی صاحب، من امیانه خاطر یک انسان دلش چیز میشه. بله بله. خداوند میخوام که دل به دست آور که آجی این کار مفت نیست، ولی یک چیز براتون میگم در نظر که کنیم حق مولاق نیم من وقتی که شما دلتان سر یک کسی میشه تا بردگان آدم میبینه. بله. خداوند خوشی نصیبش میکنه. بله. خداوند همه رحمت خود سر شما و همه دوستایتان اون واجب خوش باشین برادران. ما تا که زنده هستیم اقلا یک چهار سوالی که از
ولی ما بر همه شما دعا میکنیم. زنده باشیم با شما. حاجی صاحب به علت دومی بود که من شما را گفتم بیاین نمی لایف بیاین. امی دوستایی که مسیج نشا کرده بودن یا نه زیاد تعریف کرده بودن که حاجی کامران ما را همیشه یا نه خنده داد یا نه کارهای بسیار زیاده کرد یا نه تعریف پیش تعریف. مگم راستی من پیش خود خجالت شدم چون ما به دو دیده خود دیدم که یعنی مردم ها خصوصا دمی ورجینیا که بودن یعنی از یک جای به دیگر جای یعنی یادم یا یک روز که والده صاحبم زنگ زد بسیار خونجیگر بود. فکر کنم در مسجد شما را دیده بودن گپ زده بودن کمک کار داشتین یعنی هیچ کس حاضر نبود که شما را حتی کمک کنم. اون وقت فکر کنم در سوشل سیکیوریتی اپوینتمنت میخواستین جور کنین زنگ زدن که بیبی امی حاجی کامران بیچاره را کمک کردم میتونه یعنی خودش خون جگر بود. پس که من امرای شما گپ زدم یعنی خجالت کشیدم که دقیقه سالا که ایجا بودین هیچ کس حاضر نبود که شما را حتی یک کمک که راستی پنج ده دقیقه نمیگیرن نه بعد خدا من دیگه که بودم به کل دنیا مورد دوستای بدم اونجا زیاد هستن. بله و میفهمن که کار کردیم زحمت کشیدیم. بله نه خیر نه او رو چی نمیگم. مقصد ما امی امو زیاد یعنی امی رو میخواستم که هموطنهای خدا دوستای خدا بگویم که نمانیم که تا خدای نخواسته یک یعنی چی مرگ کسی رو بشنویم باز باد از او تاریفا رو شروع کنیم و او چیزا رو کنیم. در زندگی هر کس که میتونیم امو کمک اگر میکنیم یا اگر شکرگزاری میکنیم تعریف میکنیم هر چی که میکنیم. بله یعنی میا فکر نمیکنم که خیلی از یک دوست آدم یا دشمن آدم کم باشه خفه میشه. شما کاری بکنیم که مردم خوش بسازیم خفه بسازیم و خداوند او کسایی که یک موی باره در دلش یک فهمد او رو پروردگار سرشان دگام رحم کنه و دگام شروعی سرسوا داشته باید اینمی مفاد خود اینا کردن الهی شکر از خدا رازیستم که اینمی رحمت خداوند سر شما انسانهای خوب ببارانه. خوش باشین، آرام باشین. من هر کس هر وقتی که آمد رضای خدا چیزی که از ولی که شما اقدر میر و محبت در مقابل یک انسان این در چیز دارین. خیلی خداوند همیشه شما را زنده داشته باشه. شکر که راستی خبر وقت تا زیاد نگیرم خیلی صاحب. اگه کنم پیام دگان دارین میتونین به دوستا بگین. زنده باشین. زنده باشین. تشکر. وقت خود باز گپ میزنیم. بخیر خدا حافظ. با ما نخدا. سلام به انسانیت، اهل بشریت. خداوند شما را از انسانهای شیطان پرست، شیطان صفت و انسانهای کثیف و شر کرونای انسان انسان صفت در امان داشته باشم. ساعت 5 بجه صبح بود که زنگ آمد از چندین جا گفتم که حاجی صاحب کامران فوت کرده. خب اچی کش کردیم برای بکتاش جان کامران زنگ بزنم پیام بگذارم چون که یک من نیستم که بسیاری به هزارها نفر برایشان زنگ میزنن برای تاییدی خبر. اما تا جایی که از دوستایی که در رسانه کار میکنن در امریکا و نزدیک هستن با حاجی صاحب کامران و بکتاش جان کامران و همین فعلا هم بکتاش جان صحبت کرده رایی در تلفن با دیگر دوستاد اونا تایید کردن که حاجی صاحب کامران صحتمند است، جور و سرحال است. اما خبرهایی که در فیسبوک نشر شده همش دروغ است. ما همیشه میگم که ما انسان های بی‌وجدان و بی عقل هستیم.
و دوستان میگه ولی شما توهین میکنین به افغان ها. نخیر نه، و واقعا ما ملت بیوجدان هستیم، چون که یک نفری که زنده باشه، حاجی صاحب کامران تا وقتی که گفته زنده هست زنده باشه هیچ کس در قصهش نیست. یک نفر که فوت کنه دستی که پروفایل خود تبدیل میکنیم، سورین خود پاره میکنیم و فغان میزنیم که فلانی فوت کرده، در حال که خط نداره. تا جایی که خبرها میرسه و تایید شده و با واکنش جان کامران چندین مرجع دیگه صحبت کرده، اونا خبر رد کردن، حاجی صاحب کامران جور سر حال است. اما چیزی که مرا درد دار میته و دیگه دوستان را درد میته این است که واقعا بعض انسان ها نام انسانیت بد کردن، یک نکی ننگ هستن در انسانیت. این یک نفر نیست، این یک دو نفر نیست، این یک سه نفر نیست، اینا به هزارها 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 نفرهایی هستند که همیشه ششتن و توتیه میکنن و چی میکنن و دستیسته میکنن. یعنی واقعا که حاجی صاحب کامران آدم خوبه و نرپیشی است، اما این خبره که اینا نشر کردن قط نداره و تا جایی که ما خیلی گزارش داریم به دست راست و پراکسی رو من چینج کردم و چک کردم، پراکسی از جرمنی است، از شهر هامبورگ است و چندین پروکسی دیگه است که زیادتر از اروپا این خبر را نشر کردن که بدست رسیدی در دقیقه پیش. اما حاجی صاحب کامران خوب است، امید که انسان های شیطان صفت و گفته خبرهایی که بدست رسیده و جناسته که مصاحبه کرد با وقتش جان کامران، حاجی صاحب کامران صحتمند است، اما انسان های پست بیوجدان اینا یک نکی ننگ هستند و شرم هستند به نام انسانیت و به نام شرافت. اینا رو یک نفر نیست که بگیم فلانی شخص، اینا رو باید به نام قوم ملت بگیم، چرا که این ملت کثیف هستند که هر جای رفتن نام افغانیت بد کردن، نام انسانیت بد کردن.